سرخط خبرهای بسیار مهم. چین تمدید معافیت سفر مقامات طالبان را برای تعامل با این گروه ضروری دانست. وزارت مخابرات طالبان صدها هزار سفر را از دسترسی کاربران افغان خارج کرد. زخم ناسوس بر روی زخمی پنچیر. سلام دوستان، به مجمع خبری کانال ما خوش آمدید. مشروع خبرها. سفیر چین در سازمان ملل گفت کشورهای جهان به خاطر تعامل با طالبان باید معافیت شمار از مقامات ارشد طالبان از ممنوعیت سفر خارجی را تمدید کنند. در عین حال ژانگ جون از طالبان خواست که کارهای بیشتر برای بهبود وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان انجام دهند. ژانگ تاکید روی رعایت حقوق بشر را صرفاً تمرکز بر یک موضوع در افغانستان توصیف کرد که به خاطر آن به گفته او نباید حکومت افغانستان منزوی شده و بعد بار ملامت این شرایط به دوش آن انداخته شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از پایان یافتن مهلت معافیت موقت سفر سران طالبان در 28 اسد تا هنوز بر سر تمدید آن به موافقت نرسیده است. علاوه بر نارضایتی برخی از اعضای شورا از کارنامه حقوق بشری طالبان در مورد اینکه چه تعداد از مقامات طالبان مشمول این معافیت شوند، اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی در این باره واکنش داشته است. وزارت مخابرات طالبان صدها هزار سفر را از دسترسی کاربران افغان خارج کرده است. وزارت مخابرات طالبان اعلام کرد بیشتر از 23 میلیون صفحه اینترنتی را به دلیل محتوای غیر اخلاقی مسدود کرده است. در عین حال یک مقام بلندپایه این وزارت تایید کرد که فیسبوک همکاری خود را با این نهاد کاهش داده است. او علت آن را به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان عنوان کرده است. با نقل از تلونیوس، نجیب الله حقانی وزیر مخابرات طالبان از کاربران جوان انتقاد کرد که بر رغم فقر به جای کار کردن وقت خود را برای دیدن این صفحات هدر می دهند. پیش از این حکومت طالبان دستور جلوگیری از دسترسی کاربران افغان به بازی محبوب پابجی و اپلیکیشن تیک تاک را نیز صادر کرده بود. خبرهای جانسوس از جبهه مقاومت ملی افغانستان. قاری شایق فلاحی، باشنده قریه تاواخ، قبلا افسر قطعه خاص 905 امنیت ملی کندز بود. او در یک نبرد رویارویی با طالبان 5 طالب را کشت. همچنان بعداً به مدت 6 ساعت درگیری با این گروه کشته شده است. مرگ دو دل باخته، کشته شدند یا خود را به رودخانه انداختند. گفته می شود که این دو جوان همدیگر را دوست داشتند، اما خانواده دختر با ازدواج آنان موافق نبودند. گفته می شود فریده و جاوید دختر و پسر جوان ساکن ولایت بدخشان روز دوشنبه از ترس طالبان خود را به رودخانه انداختند. خبرنگاران محلی به اندپندنت فارسی گفتند فریده و جاوید ساکن ولسوالی کشم بدخشان که خاله‌زاده بودند روابط عاشقانه با هم داشتند و می‌خواستند ازدواج کنند، اما خانواده فریده با این ازدواج موافق نبودند و به ازدواج او با جوان دیگر مایل بودند. با گفته ساکنان محلی وقت نامزد فریده از ارتباط او با جاوید آگاه می شود به طالبان شکایت می کند و هنگامی که فریده روز سه‌شنبه در منطقه مشهد به ملاقات جاوید می رود نامزدش با گروهی از طالبان او را تعقیب می کند تا آنها را گیر بیاندازد، اما فریده و جاوید از ترس افتادن به دست طالبان خود را به رودخانه کوکچه می اندازند. از سوی دیگر برخی منابع محلی معتقدند خانواده فریده در قتل این دو جوان دست داشته است. به گفته آنان برادران فریده از رابطه او با جاوید آگاه شدند و زمانی که فریده به ملاقات جاوید رفت آنها را به قتل رساندند و جسدهایشان را به رودخانه انداختند. پیکر این دو جوان هنوز پیدا نشده است و خواهر فریده گفته است که فریده و جاوید در کنار دریای کوکچه نشسته بودند که شخصی به طالبان خبر می دهد و گروهی از طالبان آنجا را رهنمایی می کنند. بعد از آن فریده و جاوید از ترس طالبان خودشان را به رودخانه پرتاب می کنند. با گفته منابع محلی فریده از بلوچهای ولسوالی کشم و جاوید از منطقه نمازگاه ولسوالی کشم بود. طالبان در ولسوالی کشم گفتند که آنها از حضور یک دختر و پسر به تنهایی در کنار دریای کوکچه اطلاع یافتند و به منطقه دوآبه رفتند و به آنان هشدار دادند، اما فریده و جاوید خود را به آب پرتاب کردند و غرق شدند. ازدواج های اجباری سالهاست که در افغانستان از زنان قربانی میگیرد، زیرا بسیار خانواده ها دخترانشان را به زور به عقد افرادی که خود مناسب میدانند در میآورند. از سوی دیگر بر اساس قوانین طالبان مجازات رابطه غیر مشروع سنگسار است. طالبان چند پیش در
ولسوالی نازی بدخشان زن مرد جوان را به اتهام رابطه خارج از ازدواج سنگسار کردند. طالبان اعلام کردند که این زن و مرد که اصلتاً اهل ولایت‌های بلخ و بغلان بودند در خانه در بدخشان با هم زندگی می‌کردند و طالبان به همین جرم آنان را سنگسار کردند. طالبان در 20 سال گذشته در مناطق تحت کنترل خود نیز ده‌ها زن و مرد را به اتهام رابطه نامشروع سنگسار یا تیرباران کردند. توانایی های هسته‌ای امریکا از چارچوب پیمان استارتری فراتر رفته است. آقای بولوسوف افزود که این می تواند منجر به افزایش پتانسیل تا حدود 12,000 کلاهک هسته‌ای شود. با گزارش اسپوتنیک، آندری بولوسوف معاون هیئت روسیه در کنفرانس بازنگری معایده منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT اظهار داشت که تعداد سلاح‌های هسته‌ای امریکا فراتر از چارچوب پیمان استارتری است. او افزوده است در نتیجه ایالات متحده در واقعیت بیشتر از آنچه که در پیمان استارتری ذکر است در اختیار دارد. آقای بولوسوف افزود که این میتواند در امریکا منجر به افزایش پتانسیل تا حدود 12,000 کلاهک هسته‌ای شود. گفتنی است که اویگور وشنوفسکی نماینده روسیه در نشست منع سلاح‌های هسته‌ای گفته بود که روسیه و امریکا قصد دارند در چارچوب پیمان استارتری بازرسی و گفتگو کنند. شکایت مزدوران خارجی از سوء استفاده فرماندهان اوکراینی از قدرت و بیقانونی. اشپیگل تاکید میکند که به همین دلیل است که برخی از مزدوران خارجی تصمیم گرفتن از همکاری با نیروهای مسلح اوکراین خودداری کرده و آن کشور را ترک کنند. به نقل از اشپیگل، مزدوران خارجی از سوء استفاده از قدرت و بیقانونی از سوء فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین شکایت دارند. یکی از مزدوران گفت که رهبری نیروهای مسلح اوکراین اغلب سربازان خارجی را بدون کوچکترین آموزش و پشتیبانی به خط مقدم مفرستد. فرماندهان اوکراینی نیز کوچکترین توجهی به تخلیه نظامیان از مناطق خطرناک نمی کنند. همچنین به گفته مزدوران برخی از نظامیان اوکراینی از سوء استفاده از مقام، فروش اسلحه یا دست زدن به دوزی معمولی خودداری نمی کنند. اگر زیردستان از اجرای دستورات غیرقانونی امتنان کنند، با توهین و تهدید از سوی مافوق روبرو می شوند. مزدور کانادایی به نشریه نام برده گفت: سربازان واحد من مجبور شدند برای دوزی اساسیه، لوازم الکترونیکی و سایر اشیاء قیمتی به مرکز خرید حمله کنند. یک سرباز فرانسوی از او حمایت کرد و گفت که از اجرای دستور فرماندهی اوکراین و دوزی از مغازه ها و بیرون آوردن اساسیه و اشیاء قیمتی در مقابل مردم خجالت میکشد. اشپیگل تاکید میکند که به همین دلیل است که برخی از مزدوران خارجی تصمیم گرفتند از همکاری با نیروهای مسلح اوکراین خودداری کرده و آن کشور را ترک کنند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.